مراسم 20 سالگرد نسل‌کشی گسترده در رواندا با حضور رئیس جمهوری این کشور، دبیر کل سازمان ملل متحد و شخصیت‌های بلندپایه کشورهای مختلف در پایتخت این کشور آفریقایی برگزار شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود گفت که این نهاد هنوز بابت ناتوانی از جلوگیری از این کشتار شرمسار است. پل کاگامه رئیس جمهوری رواندا که در آن زمان رهبر شورشیان توتسی بود که با ورودشان به پایتخت به خشونت ها پایان دادند گفت کسانی که این کشتار را سازماندهی کردند و آن را به اجرا درآوردند اهل رواندا بودند، اما تاریخچه و عوامل این جنایت به جاهایی فراتر از مرزهای این کشور زیبا باز می‌گردد. به همین دلیل مردم رواندا همچنان به دنبال توضیح کاملی برای آنچه که رخ داد هستند. The most complete explanation possible for what happened. در طول برگزاری این مراسم شماری از حاضران احساساتی شدند و نیروهای انتظامی به کمک حاضران مجبور شدند آنها را به بیرون محل برگزاری مراسم هدایت کنند. مشعلی که رئیس جمهوری رواندا و بان کی مون روشن کردند قرار است 100 روز روشن بماند. نسل‌کشی گسترده در رواندا در ماه آوریل سال 1994 میلادی آغاز شد و در عرض فقط 100 روز بیش از 800 هزار قربانی گرفت. اغلب قربانیان از قوم توتسی و یا از میان روهای هوتو بودند که توسط هوتوهای تندرو کشته شدند.